آقای پزشکیان امروز در صدا سیما بالاخره چون ما گفتیم که هنوز صحبتی از حجاب و اینا نکرده استارت اینو زد که آقا در مورد حجاب شروع کنه صحبت کردن امروز دو جا صحبت کرده یه بار تو صدا سیما یه بار با هوادارانشون بوده صحبت کرده این بخش رو باید گوش کنیم این که بتونیم حق رو در جامعه پیاده کنیم برای اینکه بتونیم عدالت رو در جامعه داشته باشیم هر روز و هر لحظه باید در فکر این باشیم که خودمون رو رفتارمون رو علممون رو تغییر بدیم و بریم به طرف حق و این چیزی است که بدون اصلاحات بدون تغییر امکان پذیر نیست همین رابطی که دختران پسران نسبت به ما جامعه مشکل پیدا کردن اون سرمایه اجتماعی رو ما به شدت ضعیف ضعیف شده چرا شده معلمش ما بودیم مسجدش ما بودیم تلویزیونش ما بودیم مهد کودکش ما بودیم ادارش ما بودیم ما داریم به اینا درس میدیم و کسی که آمریکایی که بیرون کردیم رقص و آواز هم که جلوشو بستیم خب اینا دست ما بود چه بل... چه کار کردیم اینا اینجوری شد این البته یه مقلت هست یعنی یه جمله‌ای که مثلا میگن آقا ما چیکار کردیم مردم غیر مذهبی شدن اینا یه مقلته هم توش شاه شما البته در اینکه گندهای زیادی زدید بحث دیگری اون یه جا در جای خودش باید بسکت کرد که نه در باب مسئله مذهب مثل. اتهام رو پاره کردید مردم مذهبی باشن دیگه همه کار کردید دیگه از مدرسه فلان من تا هر کانال تلویزیونی رو ما باز میکنیم یه اخون داشت صحبت می‌کرد در تمام نوبت ها حتی فوتبال مهمترین فوتبال هم شما قطع میکنید وسطش که صدای ارعر اذانتون بیاد اینا همین کارا رو کردید ولی یه, یه مقلته اینجا هست یعنی اگه شما این کارا رو هم نمی‌یعنی کار بدی هم نمی می کردید همین اتفاق می افتاد الان آخرین گزارشی که سال پیش داشتم می خوندم از سوئد که،, که روزنامه افتون بلادت زده بود و چون حالا من به خاطر که سیتیزن سوئد هستم اخبار سوئد و یه آماری می گیرم اینجام تو جزیره قناری سایت جزایر قناری هم بالاخره هر روز یه آماری می گیرم بعد زده بود که کلیساهایی که در استکهلم به خصوص یا در خیلی از جاهای سوئد هست مثل مالمو مثل یوتوبوری میگو آقا این کلیساها دیگه جوانان و نسل جدید سوئدی دیگه نمیان کلیسا ببینید یه اتفاق خیلی جالبه مثلا ما نسل قدیمی ترمون دیدید که یه رفتارای عجیبی دارن تو ایران مثل پدرانمون و اینا بعد وقتی شما مثلا من تو اسپانیا هستم نسل قدیمیشون همونجوری مثل پدرای ما یعنی اصلا بحث اینجا و اونجا نیست این ور آب اون بر آب نیست نسله در تمام دنیا عوض شده یه چنجین ما در تمام دنیا داریم اینه حالا با ابعاد کیفیت متفاوت یعنی الان ما توی جزیره قناری با نسل جدید اسپانیایی خیلی راحت تر کنار میاییم میخوایم چیزی بخریم معامله کنیم بچه هم مثلا بالاخره کلاسی میره فلا میره با نسل جدید مثلا بچه من یکی دوتا کلاس میره یکی دوتا تا معلماش مثلا یه خود قدیمی مثلا بالای 60 سالن اونا یه خود رو مخن یعنی یه کارهای عجیب غریبی میکنن ولی مثلا دخترایی که مثلا 25 ساله 30 ساله نسل جدید هستن خیلی بازن یعنی این مال همه جای دنیاست بعد به حال توی سوئد دارن بحث میکنن کلیساها دیگه هیچ جوونی نمیاد کلیسا هیچ جوونی کلیسا دیگه نمیاد این چیکارش بکنیم بیایم حالا کتاب خونش کنیم دارم بحث میکنم که من سال پیش یه خبری خوندم پیگیری هم نکردم شاید هم به نتایجی رسیده باشن من دیگه حالا بچه‌ای که سوئدن احتمالا شاید بعدا بهتر بدونم ولی من دیگه حالا به جزئیات بیشتر ولی تو سوئد هم این اتفاق افتاد که جوونا نمیرن یه زمانی خب تو سوئد خیلی کلیسا میرفتن ولی الان کلیسا مخصوص فقط قشر پناهجویی شده که میخواد اقامت بگیره مثلا الان کلیسای ای ایرانی من میدونم در سوئد خیلی پربارتر از کلیسای خود سوئدیه مثلا ما الان یه سری کلیسا داریم کلیسای ای ایرانیانه مثلا مثلا یه کلیسای تو شیستا شیستا یه منطقه معروفیه که تقریبا ایرانی نشینه که تو شیستا شما بری که تو شمال استکهلمه بری شیستا مثلا یه کلیسایی داره که مثلا اونجا ایرانیا و افغانیا زیادن که طرف هم میخواد تعمید بده یه بار پاش ریس خود گو یا ابوالفضل فضل یعنی همچین میخواد میخواد اقامت بگیره ولی از نظر اعتقاداتی کلیسه های خود سوئدی خالی شده اینجا یه مقلته ای میکنه آیه یعنی همه دارن میکنن ما چیکار کردیم جوونامون دین زده شدن شما که غلط زیادی زیاد کردید ببخشید من معذرت میخوام گوه ها که زیاد داشتید مثل علی و حسین از این گوهخوری ها مثل حسین که زیاد داشتید ولی این ربطی به گوه خوریاتون نداره این ربط تکنولوژی داره یعنی شما حتی اگر بهترین رفتارم در حوزه دینی با ما مردم ایران میکردی نتیجه همین میشد حالا نه به این شدت تنفر ها. بله دوز تنفر به خاطر رفتارهای شما زیاده ولی قضیه ادیان حالا به نه تنها ادیان ابراهیمی است حتی ادیان زمینی هم کلا ادیان دیگه کارآمد نیستن برای انسان امروزی با توجه به شرایط تکنولوژی الان دیگه به جای ادیان هوش مصنوعی و به جای ادیان های اجتماعی و فضای یعنی خود اینترنت اون در حقیقت نقشی که ادیان میتونست اعمال بکنه رو گرفته چرا شما مثلا در مسی یاد گناه کردی میرفتی کلیسا مثلا میشستی اعتراف میکردی یه کیشیش هم مثلا درا در میبست اعتراف میکرد یه کار بعدی میکردی میرفتی یه مشورتی میگرفتی با مشتهد محلتون درسته؟ خب الان شما هر کاری بخوای بکنی حتی گناهی کردی هر کاری بخوای بکنی سرچ میکنی تو گوگل ببینی آقا در موردش چی نوشتن در مورد چه فیلمی وجود داره یا خود یوتیوب الان میگن بزرگترین دانشگاه جهانه دیگه دیگه نمیری کلیسا دیگه اگه یه سوال شرعی چیزی داشته باشی یا هر مسئله دیگه داشته باشی نمیری سوال کنی مثلا از مشتهد محل سرچ میکنی تو اینترنت اینترنت نقش ادیان را در حقیقت امروز داره بازی میکنه برای همین این حالا ادیان ابراهیمیت به که طبقات بیشتر رفتن بالا دیگه ادیان ابراهیمیت برای که ادعاشون سنگین تره برگشتن گفتن ما از طرف خدا اومدیم خب وقتی که حالا معلوم میشه که خدایی چیزی اینا وجود نه اونایی که ادعا کنن از طرف خدا آمدن سقوط آزادشون بیشتره مثل کسیه که هی hey, طبقاتو میده بالا سقوطش از طبقه پنجاه خب خیلی بدتر از کسیه که از طبقه دهم ده بیفته ادیانی مثل زرتشت و بودا و اینا که چنین خالی نبستن بگن ما از طرف خدا آمدیم سقوطشون به سنگینی سقوط اسلام و یهود و مسیح نیست انا خود یهود که تنها کشور یهودی و جهان خود اسرائیله نه 80 درصد اسرائیلیا آدمای مذهبی دیگه نیستن اعتقادات آنچنانی نه همین آقای بابک اساقی که امروز مجری رسانه سعودی نشناله همین بابک اسد دوستان قدیمی منه دیگه تو خود تلاویو نه تلاویو میگم تو رفت اورشلیم رفت اورشلیم جلوی دیوار نطبه یک شعری خون که خود یهودیت داره میزنه همین بابک اساقی تعصبش به قوم یهود داره ولی دین یهود مثلا میخنده بابک اساقی اصلا به دین یهود چرت و پرت آقا <applause> و خیلی جالبه بدونه چرا خیلی ها ندارن. بابک اسحاقی زرتشتی شده فر و هر داره زیر گردنش اینا حالا خیلی ها نمیدونن چون حالا داره کار جدی خبری میکنه احتمالا رو نکنه بابک اسحاقی امروز دیروز هم نه بابک اسحاقی 20 سال پیش زرتشتی شد من دوستیم البته برمیگرده به 15 سال پیش 15 سال بهشون یه زمانی دوست بودم این حتی زر... یعنی یهودی که رفته زرتشتی شده اینو خواستم بتونه من این حرفی که آقا ما چیکار کردیم جوونا دینشون اینطوری شده اساسا حرف غلطی های پزشکیان این این حرفا رو باید برسیم دور اسلام ناکارآمد است نه تنها اسلام تمام ادیان دیگه امروز ناکارآمدن جاش اینترنته نقش ادیان در گذشته اینترنت امروز خیلی بهترم داره ایفا میکنه بفرمایید حالا میخوام اصلاح بشم حضرت علی میگه اگر با علم و با بصیرت بخوای عمل کنی اول ارزیابی کنی مداخله که میکنی ببین آیا اصلاح میکنه خب مذافی برو ولی اگر داری بدتر میکنی وقف ادامه نده اینایی که مثلا فرض کنی روسری ندارن تا زمانی که ما مداخله نکردیم با ما مشکل ندارم ولی وقتی ما با اونا مداخله میکنیم همون حرفی میشه که میاد متلک میپرونه حرف میزنه و تضاد اجتماعی بین ما و اونا به وجود میاد خواهی حرفاش خوب بود البته در کل حرفش با زبون خود اینا داره تلاش میکنه که بگه نه بعد اینقدر فشار بیاری ولی این حرف دیگه میدونی 45 سال اونم تو عصر گوشی هوشمند حرفای درست خیلی خیلی مثلا مثل اینه که شما الان توی یه رشته تحصیلی سال سوم دانشگاهی بعد استان دانشگاه بیاد با زبان مثلا اول دبستان حتی نه اول دبستان هم نه با زبان پیش دبستانی باید حرف بزنه رو مخت میره دیگه یعنی این قضیه دیگه خسته کننده شده که این حرفو که ما چیکار کردیم مردم دین ندارن ما اگه اینجور یعنی میدونی میفهمم ما تو اون جامعه فراتر از اینم شاید نتونم برم ولی برای منی که دارم از بیرونم یه خود نگاه میکنم رو یه خسته کننده شده آقا بسن برو ریچرد و پرتو چیه البته حرفش در کانتکس جایی که قرار داره قابل فهم و درسته اینجا در داری در مقابل خود تبدیل به یک کسی میکنی که از من از من میشه کجای خدا، کجای دین، کجای اسلام گفته ما باید این کار بکنیم؟ دمش یه دختری که زن زندگی آزادی رو میگیرن و اینم میگه کجای اسلام گفته عزیزم سر تا سر اسلام داره این چرندیات میگه ای پزشکیا حالا ببینید حرفایی که داره میزنه البته میخواد تقریبا وضعیت رو به اون شکلی که البته این حرفا خب دو دوران خاتمی زده شده دوران روحانی زده شده میگم یه خسته کننده هم شده حتی اگه راستن بگه توانایی نداره بعدن بخواد جلوی کسافت حکومت رو بگیره اما برای ما دیگه یه مرحله رو رد کردیم بعد زن زندگی آزادی یک فاصله بینمون افتاده یک دریای خونی هم هست بعد البته نسل زد خیلی باهوشه یعنی اصلا من اون رشید پورم گفت اونم حالش رو گرفتم دیگه گفتم چرا فکر میکنی میتونی سر نسل زد و کلا بذاری خود من بچه‌ای که سنشون سن مثلا تو نسل زد هستن اینا نظر میدن من همیشه رو نظریات او اونا با دقت گوش میکنم این البته یه رفتاری بود فریدون فرخزاد هم داشت به همسنهای خودش و سنهای بالاتر خیلی بد حرف میزد فریدون فرخزاد به نسل جدید جوونترها خیلی خوب گوش میکرد چون اصلا این اساسا یه چیز مزخرفیه تو کله ما کردن که آقا اونی که سنش بالاتره بهتر میفهمه اصلا همچین چیزی نیست الان من دارم نگاه میکنم بچه های دهه 80 و 90 تو خیلی از مسائل نمیگم قطعا تو همه چی تجربهشون کمتره قطعا به خاطر سن و سالشون ولی جزئیات و نوع نگاهی که دارن به خاطر که خیلی مغزشون باستره از منی که دهه 60 هم قوی ترن یعنی اساسا این جمله هم که آقا قدیمی ها یا اونایی که سنشون هرچی بیشتر باشه بهتر میفهمن که اینا در دوره پدر مادر ما میگفتن دیگه این اصلا اساسا غلطه مثلا ما داریم میبینیم هر که افراد جوانترن نظریاتشون پخته تر هم داره میشه پخته تر از ماهایی که نسل قدیمی تر هستیم این, این خودش خیلی نکته حالا اینجا اون دختر اشعار میده و متاسفانه نمیذارن و پزشکیان داره تو همون خط مزخرف که البته این مزخرف شاید امروز برای خیلی از خوش بیاد ولی خطرناکه در نهایت یعنی رأی دادن به پزشکیان چیزهای بزرگی رو از ما میگیره که بهتون تو ادامه برنامه میگم در جلساتی که همینجوری بوده گفتن من معتقدم اگر باید کسی رو بزنم این ماییم که باید خودم این بچه ها بچه های ما بودن در مدارس ما درس بودن در هم ما درس بودن. این باز خودش یه نگاهیه که این بچه ها تو مدارس ما بودن یعنی این بچه ها دارن یه مسیر اشتباهی رو میرن که ما خوب دربیتشون نکردیم خود این نکته است حرف پزشکیانی نه میگه آقا ما نباید بچه ها رو تنبیه کنیم ما باید خودمون رو تنبیه کنیم که درست تربیت نکردیم اساس این حرف یعنی خاص بچه های نسل زد یه خاص چیپه یه خاص اشتباه هست اما این اشتباه اونا مقصر نیستن من پزشکیان معلم بد تربیت کردم این خودش در حرف خیلی خطرناکتر است حرفی است که جلیلی و طیف قهوه سوخته دارن میزنن نه اصلا همچین چیزی نیست نسل الان چیزی که داره میگه به شما از این شعار قویته حالا شعاریه که به متاسفانه از دل جریانات تجزیه طلبی پانکوردیسم هم در اومده اما شعار خیلی قویه خاصگاهی که جریان چیز داره زن زندگی آزادی داره خود این شعار زن زندگی آزادی, زن زندگی آزادی شما نگاه تو تمام جنبشایی که ما داشتیم چند لول بالاتر این شعار شعارهای ما همیشه یا با الله و اکبر بوده جنس شعارهای مذهبی بوده یا ته ته شعارهای کارگری و آقا کار میخوایم نون میخوایم اقتصاد میخوایم که البته نه که به ناحق باشه اینا اما اینا کجا لول شعاری که میگه زن زندگی آزادی این دیگه خیلی سطحش بالاست بعد در جنبش زن زندگی آزادی برخلاف جنبش 88 که متاسفانه واژه ارعر ار ار الله و اکبر و واژه یا حسین میر حسین زیاد شنیده میشد در زن زندگی آزادی شما دیگه از این جنت شعارا نمیشنوی یعنی یه اتفاق بزرگی رخ داده و درخواست هایی که جنبش زن زندگی آزادی میکنه خیلی بالاست تا آقای پزشکیان اینجا داره میگه که آقا ما مقصریم اینو اگه درست تربیت نشدن غلط میکنی این جنبش خیلی خوبم هست خیلی خوبم تربیت شده دهنتون هم میخواد سرویس کنه و حرفا این جنبش درسته تا به جایی که بگی ما درست تربیت نکردیم ما مقصری بعد بگین آقا ما کلا اساسا چرت و پرت میگیم نسل جدید در بخش قابل توجهی داره به سمت درست تاریخ میره تو باید بیا کل عقایدتو زیر سوال ببری نه اینکه نوع تربیت خودتو زیر سوال ببری در این که شما ها انقدر بیشعور بودی تربیتتون تو مدارس خطکش زدن رو دست دانش آموز بود و کچل کردن بچه های مدرسه بود اصلا مهار کلامون رو با ماشین چهار میزدن همه همون قیافه ها اصلا درب داغون مثل این جوجه رنگی هایی که چیز شده مح... پشماشون ریخته اینا موی پرمراشون ریخته مثل این جوجه هایی که پرمرشون ریخته ماها رو زشت و بد ترکیب میکردن من میگفتن باز آمد بوی ماه مدرسه آقا کدوم ماه مدرسه منو تو کردید من دقیقا سه ماه تابستون بلنده تو من روز اول میر کردی قیافه ما کردی یه قیافه تخماتیک بعد میگی باز آمد بوی ماه هم. مدرسه آدم زده میشد آدم متنفر میشد به خصوص حالا بعد اینجا در مورد میتونم بگم دیگه دخترام که آرایش نکنن دختر بچه‌هام که جوراب حالا تو دوران ما،, ما... که دختر جوراب رنگی هم نمیتونه پوشه در این که نوع تربیتت خیلی بی بودید که شکی نیست اما اینجا محل بحث نیست محل بحث اساس فکرته آقای پزشکی ها خوش نقل میکنه میگه ما درست تربیت نکنیم تا همین الانش هم فکرات مزخرفه اساس بس فکرتونه فکرتون مشکل داره وارتان مرسی بابت استیکر زنده باشید در همین قسمت هایی که اومدن بالا با گزیرش معلمان و نمیدونم درس های دینی و اینا اومدن بالا ما چه کار کردیم این سر سرنا اومده؟ کی مغصره؟ اونا مغصره؟ ما درس <applause> همین این مشکل یعنی میخوام از نظر زیر ساخت فکری پزشکیان بسیار بی سواد و بسیار این حرفا خطرناکه این حرفا به یه شکلی شاید مثلا یه خور خوشمون بیاد به که اون ور زامبیایی به مانند جلیلیان ولی از این ورداری یک چیز بزرگ از ما میگیره جنبش زن زندگی آزادی داره میگه اشتباهه ولی این که در حقیقت حزینش و این مجازاتش من پزشکیان و حکومت باید بدیم به خاطر تربیت بد تو هم تربیتت بد بوده شعور نداشتی هم عقایدت امروز اشتباهی منتها اینجا الان بحث ما تربیت نیست بحث ما اینه که جنبش زن زندگی آزادی درست است تو عقاید کثیفتو بعد عوض کنی این از بحث پزشکیان که حالا بیشتر جلو میبری